بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی و همچنین مخاطبین گلم کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه از دیشب که خبر رو شنیدم منتظر بودم که رسانه‌های اصولگرا انقلابی یا حزب اللهی هر چی اسمش میذاری کسایی به غیر از اصلاح طلب اپوزیسیون و معاندین بیان بگن رضا سقتی کیه و ماجرای این فیلمه چیه هر چی ثبت کردم دیدم خبری نشد از صبحم با خودم خیلی کلنجار رفتم که بیام برنامه بسازم در این باره یا نه خلاصه توی برزخی گیر کرده بودم تا اینکه نهایت رفتم متوسل شدم به قرآن یک استخاره کردم و دیدم خوب اومده اما تو استخاره اومده بود که مدارا کنید به هر حال دلایل مختلفی میتونه برای این موضوع باشه که چرا این رسانه بهش نپرداختن مثل دلایل فقهی، اخلاقی، امنیتی، سیاسی نمیدونم حتما یه داشتن که منتشر نکردن و خبرش رو کار نکردن اما وقتی میایم توی گوگل رضا سرقتی کیس رو سرچ میکنیم عمدتا رسانه های اصلاح طلب مثل انصاف نیوز، دیدبان ایران، اعتماد آنلاین، رویداد 24، سایت قطره و مسائلی از این دست تو صفحه اول گوگل دارید میبینید حتی تو صفحه دوم هم که میریم باز همون سایت های تقریبا میشه گفت اصلاح طلب هستن فقط یه خبرم هم کار کرده یعنی بقیه رو شما نمیبینید که اصولگره ها باشن اصلا حتی صفحه سوم رو هم که من چک میکنم هیچ خبری وجود نداره اما بریم ببینیم این خبر از کجا اومده بیرون اصلا رضا سقتی کیه برگردیم من توضیحات رو خدمت شما ارائه بدم اولین خبری که منتشر میشه از سایت گیل خبر هست اگر درست تلفظ بکنم میگه مدیر کل فرهنگ و ارشاد گیلان برکنار شد عبدالرضا علی پناه سرپرست شد دلیل برکناری رضا سقتی چیه میگه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به دلیل هواشی ایجاد شده در روزهای اخیر از کار برکنار شد و عبدالرضا علی پناه به عنوان سرپرست جایگزین ایشون میشه که همین آقای علی پناه در حال حاضر معاون فرهنگی رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران اما سایت های اصلاح طلب بعد از این میان خبر رو منتشر میکنن اینجا دارید رو صفحه میبینید سایت اصلاحات نیوز اینجا صفحه اختصاصی اون خبر هست همون خبر رو کار کرده همون تیتر رو زده میای پایین تر اینجا ببینید میگه سایت گیل خبر دوباره همون رو گفته گفته به دلیل هواشی ایجاد شده در روزهای اخیر دلیل بر کناری این بوده بعد میگه در روزهای گذشته انتشار یک فیلم و صحبت انجام شده میان او و یک پسر جوان حواشی بسیاری داشته است به دلایلی از باز کردن بیشتر موضوع معذوریم یعنی اینجا اصلاحات نیوز یه چیز اضافه یورده که تو گیل خبر نبوده بعد گفته که به دلایلی ما از باز کردن بیشتر موضوع معذوریم اما توی کانال تلگرامشون بیشتر باز کردن موضوع رو اینجا هم یه سری توضیحات هست که من ازش میگذرم اما رضا سقتی که متولد سال 57 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران عضو دائم انجمن علمی مدیریت فرهنگی و برنامه‌ریزی ایران و از فعالان فرهنگی و هنری استان گیلان 19 سال سابقه کار داره در بخش‌های مختلف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان که جمله اونها میشه به ریاست چهار ساله ایشون در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت اشاره کرد مشاور فرهنگی و هنری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده مسئول امور ایثارگران بوده مدیر مجتمع فرهنگی هنری خاتم بوده مدیر صندوق حمایت از هنرمندان نویسندگان و روزنامه نگاران استان بوده عناوینی هم کسب کرده مثل کسب عنوان جوان نمونه استان گیلان سال 89 عضو هیئت رئیسه جپ فرهنگی گیلان مؤسس و مدیر حسینی هنر مؤسس و رئیس هفته فرهنگ هنر رشت عضو هیئت مؤسس نخستین ارکستر سمفونی گیلان و سایر موارد که هیچ حرفی از حجاب و افاف هم توش نیست دیدم تو خبرها از حجاب و افاف هم صحبت کرده بودن بقیه سایت ها رو هم که من نگاه می‌کردم تقریبا همین خبره یعنی چیز خاصی به جز این نیست یه فیلمی هم ظاهرا منتشر شده منصوب شده به این شخص به رضا سقتی و گفتن که ایشون دیگه بذارید واضح بگیم دیگه همه دنیا فهمیدن لواط کرده اما کسانی که فیلم رو دیدن میگن نه اصلا هیچ چیزی نیست فقط یک صحنه هست که معلوم نیست چی به چی و یه صدایی هم پخش میشه اما بعضیا میان میگن نه آقا کسی که خلاف کرده باید آبروش رو برد و کسی که در حکومت بالاخره مسئولیت هایی داشته و اینها اینا هم یه نظره من اصلا کاری با این نظرها ندارم من میگم اگر سیاه 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 هم ببینیم عیاض بالله پناه بر خدا اگر این اتفاق افتاده باشه چرا رسانه های اصلاح طلب بشکن میزنن و چرا درست زمانی که گشت ارشاد دوباره شروع به فعالیت کرده این خبر منتشر میشه به صفحه اول اصلاحات نیوز به عنوان نمونه اگر دقت بکنید این رو میبینید اینجا نوشته نماینده مجلس گشت ارشاد فقط تذکر میده دستگیر نمی کنن. بعد اینجا دوباره اینجا میبینید بیاییم این ورتر بی اصلاد. یک مقام ارشد ناجا گشت هجاب با دستور مستقیم رئیسی عملیاتی شده است این طرف گفته سردار رادان برخورد با بیهجابی را راه بی گشت میدانیم و تا آخر ادامه میدانیم این طرف هم اومده گفته مدیر کل از شده ارشاد گیلان از نزدیکان سعید است از اون طرف هم که آقای اجهی ای گفت آقا این کشف هجاب و بعد هجابی و اینها هم خلاف شره هم خلاف قانونه چی شده که اصلاحاتی ها نگران شدن از روزی که گشت ارشاد دوباره کارش رو شروع میکنه یک روز بعد از اون چند ساعت بعد از اون این خبر منتشر میشه و تأکید میکنن که ایشون مثلا مدیر گروه افاف و هجاب نمیشود چی, و چی بوده که الان تو سوابقش ندیدیم حالا جایی بوده نبوده مربوط به افاف و هجاب بوده یا نبوده من به این نتیجه رسیدم که اینها میخوان افاف و حجاب رو بزنن و حمله بکنن به گشت ارشاد مثلا شما وقتی سایت خبری انصاف نیوز رو میبینی باید انصاف رو درش ببینی یا اصلاحات نیوز رو میبینی بعد اینها به دنبال اصلاح باشن نه به دنبال تخریب دیگه درسته ولی وقتی برمیگردی یه فلش میزنی به قول رسانه یا به گذشته میبینی اگر رضا سقتی مدیر کل مثلا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یک استان است شما در سطح وزیر داشتید که گندش در اومده در دولت مطبوع شما چنین افرادی بودن چرا اون موقع صداتون در نمیومد شما اونجا چرا دم از حقوق زن نمیزنید نگران حجاب و افاف شدید اگر همین حجاب و افافی که میخواهید تیشه به ریشش بزنید نباشه لوات زیاد میشه هم جنس بازی زیاد میشه همون اتفاقی که الان تو دنیا افتاده شما نمیخواید اینو به مردم بگید میدونید چرا چون شماها با همین وعده ها رای میارید با وعده آزادی با وعده کنسرت با وعده استادیوم رفتن خانمها، ها با وعده دوچرخ سواریشون با وعده موتور سواریشون شما با همینا رأی میارید شما تو این سی و خورده ای سالی که دولت ها دست شما بوده چه وعده ای دادید که برای آبادی دنیا و آخرت مردم بوده و رأی آوردید غالبا با همین شعارها رأی آوردید طرف مقابل رو تخته کردید نقش هجاب و افاف و پاکدامنی رو در جامعه کمرنگ کردید درست که درست زمانی که سال 76 خاتمی رئیس جمهور شما میاد سکان مدیریت اجرایی کشور رو به دست میگیره همزمان میشه با فعالیت بهاییت در ایران یک برنامه 25 ساله طراحی میکنن و اجرایش هم میکنن و شما عامل همون برنامه بودید الان شما دنبال این هستید که یک رضا سقتی بیاد یک کاری بکنه حالا معلوم نیست این کارو کرده یا نه من بر فرض میگیرم که این کارو کرده باشه بعد شما دنبال این میگردید که یه رضا ثقتی نام رو پیدا کنید که چنین کاری کرده باشه یا نه بیایید علمش کنید بکوید تو سر حجاب و افاف بگید ببین اینا پشت پرده خودشون اینجوری هم اما برای مردم آزادی نمیخوان محدودیت ها برای مردمه رضا ثقتی رو بر میداریم به جاش ایکس و ایگرگ میذاریم آیا افاف و هجاب خوب است یا بد است بیایید مستقیم بگید روتون نمیشه مستقیم بگید نمی نمیکنید مستقیم بگید باید اذعان کنید که خوب است اما از اون طرف برای رأی برای اینکه بر گرده مردم سوار بشید مردم رو غرق فساد و فحشا کنید که راحتتر بچاپید راحتتر گند بزنید راحت تر ترک فعل بکنید راحتتر تر بودجتون رو از جیب مردم از تو بورس بردارید میاد این حرفا رو میزنید حجاب فی نفسه چیز خوبی است یا بد است بسیار عالی است تأکید خداست خدایی که از همه بیشتر به مصلحت من و تو واقفه گفته باید حجاب باشه مثل یک ماشینی که یک کارخونه می سازه از تمام تکنسین های عالم مهندسین فنی اون کارخونه اشراف دارن به موارد فنی اون ماشین خدا بیشتر از من و شما فهمیده گفته باید هجاب باشد میخوای مقابلش بیستی به بهانه که رضا سقتینامی رو پیدا کنی علم کنی بکوبی تو سر طرفداران هجاب میان آقا این تندرو افراطی بوده طرفدار هجاب بوده توی کانال تلگرام تونم که معلومه چی منتشر میکنید از یه فرد معلوم الحال نقد قول میکنید که به رضا حمله کرده اما اصل حمله به افاف و اجابه ماشین فی نفسه چیز بدیه چیز خوبیه ماشین بسیارم عالیه کار انسان رو راه میندازه به مقصدش میرسونه باعث آسایششه اما اگر یه راننده مست بود نشست پشت فرمون زد به دیوار میگیم بیشور چرا خوردی به دیوار نه میگیم یقه راننده رو میگیریم میگیم تو چرا مست بودی رزاس سرقتی نه ایکس ایگر یا هر کس دیگه ای یه تخلفی کرده خودش باید هم در محضر مردم هم در محضر خدا پاسخ بده اگر اثبات بشه جرمش اما اینکه شما به حجاب حمله میکنید این ترفند قدیمی شده درست زمانی که گشت ارشاد دوباره کار خودش رو شروع کرده از این بالاتر نوح پیغمبر بود یا نبود اولادش ناخلف بود عموی امام زمان در روایت محمد اومده حالا رد کردن گفتن ایشون توبه کرده اما بعضیا میگن نه وقتی از مسیر خارج شد امام تردش میکنه بلعم با او را بر سیسای آبد اینا کسایی بودن که داستانشون تو تاریخ اومده طرف اگر بده خودش بده چه تو به اعتقادش داره شما پس نمیخواید رضا ثقتی رو بزنید شما میخواهید دولت رئیسی رو بزنید شما میخواید احکام اسلام رو بزنید شما میخواید تدبیری که باید بی اندیش حکومت و اندیشیده برای مقابله با ولنگاری جره اون بیستید میخواید اون رو بکوبید ته ته ولنگاری میشه هم جنس بازی که شما الان به بهانه اون دارید حمله میکنید به یک شخصی به نام رضا سبقتی اگر کمی انصاف دارید اگر حرفه رسانه‌ای شما در حد استانداردهای بین المللیه حداقل یه مقدار آبرو برای خودتون قائل باشید چون مواردی هست که اخلاق، تقوا، شر، دین، انسانیت و وجدان اجازه نمیده ما علنی بکنیم اجازه نمیده بازش بکنیم دربارش صحبت بکنیم اون وقت شما بد میشید شما در نظر مردم بد میشید هرچند که مردم باید فهمیده باشن شما تو این سی چند سال چه بلایی سرشون بردید اما شماها با وقاحت تمام باز دارید همون مسیر رو پیش میرید که از سال 76 استارت زدید به بهانه آزادی دادن به مردم سر جوون مردم رو گرم میکنید الان آمار ازدواج شده این این خروجی سیاست های غلط سال 76 به بعد شماست که جوون نمیتونه ازدواج کنه جوون نمیتونه خونه بخره جوون شغل نداره چون مردم رو تخدیر کردید لعنت خدا بر کسانی که به این مردم خیانت کردن تو هر لباس و هر جایگاهی که میخواد باشه میخواد رضا ثقتی باشه میخواد اصلاح طلب باشه میخواد اصولگرا باشه میخواد منو سعید و تندوس باشه هر کی میخواد باشه خدا لعنت کنه هر کس به مردم خیانت میکنه و همچنان اصرار داره بر اون مسیر غلطش اگر رضا ثقتی مرتکب جرمی شده است حاکمیت با قاطعیت جازاتش میکنه هیچ جای نگرانی نداره اولین دلش هم همین برکناریه بله شاید الان بیاد بگید خب فیلم اومده بیرون فلان اولا که اون فیلم فعلا معلوم نیست که داستانش چیه حتی اگر معلوم بشه این نشان سلامت دستگاه حاکمیته که اگر کسی تخلف کرد میذارش کنار حالا این که چرا حاکمی حالا این که چرا چنین شخصی در حاکمیت میاد بر مسند مینشیند همون حکایت حسن روحانی خودتونه و امثال اینها حاکمیت که نیت خان نیست که باطن افراد رو بدونه چیه طرف یک عمری بندگی خدا رو کرده دقیقه 90 کله پا میشه بلعم با اورا نمونه قرآنی شه فرزند نوح خداوند خطاب به نوح چی میگه میگه انهو لیس من اهلک این اهل تو نیست اهلیت برای ما مهمه جای مهر رو پیشونیش باشه یقش رو بسته باشه تسبیح دستش باشه انگشتر باشه نه عمل عمل صالح طرف برای ما مهمه و اینکه در مسیر قرار بگیره حالا یکی چپ کنه یکی وسط را بره تو مسیر انحرافی این ارتباطی به این نداره که شما بیای حجاب رو بزنی اسلام رو بزنی شما اومدید اسلام رو بزنید به نظر من این آدم جرم کرده تابانش هم باید پس بده اگر نکرده شما باید قیامت جواب بدید به خاطر این انگی که بهش زدید خدا رو شاهد میگیرم من به هیچ عنوان راضی نبودم بیام این برنامه رو بسازم سه ساعت با خودم کلنجار رفتم ولیدم یک عده از آقایون سکوت کردن من وظیفه‌م بیام تبیین کنم اینا اصلا بحثشون رضا نیست اینا بحثشون اسلامه وقتی هم به حجاب حمله میکنن شما فکر میکنید حجاب یکی از مواردی است که در اسلام تاکید شده خیلی چیزهای دیگه هست که اینا دارن به همون هم حمله میکنن اما اصل اسلامه اصل حاکمیت شیعی در ایرانه در رأس حاکمیت کیو بزنن رهبری رو شروع کردن رهبری رو بزنن حواستون باشه فریب اصلاح طلب رو نخورید اینها از هر فرصتی میخوان استفاده بکنن که خودشون دوباره بیان روی کار بر مسند سیاست سوار بشه ولی دارن یه کاری میکنن طرف مقابل رو تخریب کنن بگن بابا ببین ما خوبیم و اینا هم خیلی افتضاحن ولی اینجوری نیست هرگز ملت ایران به خاطر اشتباه یک نفر یک دولت رو زیر سوال نمیبره امیدوارم این برنامه هم برای شما مفید فایده بوده باشه با لایک ویدیو کمک میکنید یوتیوب اون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو خدای بزرگ و مهربون خدا نگهدارتون